فیلم سینمایی لانتوری آخرین ساخته رضا دورمیشیان، فیلمی پرالتهاب و تاثیرگذار که از دردها و دغدغه های جامعه سخن گفته. دغدغه هایی که کمتر کسی دست به افشای او میزنه و حتی میشه گفت که تمایل بیشتری در کتمان کردن این حقایق تلخ وجود داره. پاشا عضو باند خلافکار 4 نفره لانتوری که هر کدوم از اعضای اون گروه به صورت اتفاقی کنار هم قرار گرفتن، عاشق دختر روزنامه‌نگاری که یک فعال اجتماعی میشه، که این عشق یک طرفه و دیوانوار پایانی تلخ و جبران ناپذیر برای این دختر رقم میزنه. این فیلم به شیوهی مستندگونه سوژه جنجالی و روبنگیز اسید پاشی رو به تصویر میکشه و به دنبال اون بخشش قصاص رو به چالش میکشه، بخشش که تنها ارزش باقی مونده برای فردیه که همه چیزش رو از دست داده. دورمیشیان، این کارگردان جوان، بعد از توقیف شدن فیلم قبلیش یعنی عصبانی نیستم، این بار با لانتوری حرفهای زیادی رو در قالب پیامکهای ریز و درش به خورد مخاطب میده و حتی ذهن بیننده رو برای مدتها درگیر خود میکنه. این فیلم با استقبال خیلی خوبی در گیشه ها مواجه شد و حتی رکورد فروش در شب اول رو نیز جا به جا کرد. انتخاب بجا و هوشمندانه بازیگران از امتیازات این فیلم محسوب میشه. نوید محمدزاده، پدیده این روزهای سینما، در نقش پاشا بار دیگه استعداد بی‌نظیر خود را در بازیگری به رخ کشید. باران کوثری و مریم پالیزان نیز با بازی دلچسبی که خود به نمایش گذاشتن به امتیازات این فیلم اضافه کردند. این شما و این صحنه‌هایی از لانتوری ساخته رضا دورمیشیان.